بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. محاسبين نهايات عزيز وقرامي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امیدوار هستم همتان با صحت و با عافیت باشین. درس امروز ما و شما بسیار زیاد مهم است، بسیار زیاد مهم، و این درس موضوعش است خروج علیه رئیس جمهور. کی حق داره که علیه رئیس جمهور خروج بکنه؟ کی حق داره که علیه او خروج بکنه و کی حق داره که علیه رئیس جمهور خروج نکنه؟ و خروج خوارج کی هست که باید خروج کنه؟ و اقسام خروج کنندگان کی هست و بالای کی خروج جواز داره؟ اول که خروج میکنه او خوارج میباشه، او خوارج میباشه. خوارج کی ها هستن؟ تعریفشان خدمت شما عرض میکنه. و پس از او خوارج دیگه کی هستن؟ محاربین هم علیه رئیس جمهور خروج میکنه. و دیگه کی هستن؟ دیگه بغاوتگران هستن، بغاوتگران هم خروج میکنه علیه رئیس جمهور. اول میایم امی خوارج را تعریف میکنیم که خوارج کی هستن، و بعدا میایم حکم خوارج را بیان میکنیم. خوارج یعنی خروج کنندگان. خوارج فرقه مشهور است، معروف است، که در روز تحکیم بر علیه سیدنا علی کرم الله وجهو خروج کردن، یعنی امامت و ریاست و خلافت آن را نپذیرفتن. سیدنا علی رضی الله عنه را به حیث خلیفه یا رئیس جمهور یا امام نپذیرفتن، علیه او برآمدند و بعد از آن برای خود اصول و اعتقادات و قوانین ساختن که از جمله تکفیر، دیگران را کافر شمردن، یعنی تکفیر حکمین و اصحاب جمال. اصحاب جمال، شما یک تحقیق بکنید اصحاب جمال یعنی چی؟ شما کمی باید تحقیق بکنید. و حضرت کریم و حضرت علی رضی الله عنه را هم تکفیر کردن و مرتکب گناه کبیره را نیز ترکیب می نمودن، یعنی گفتن که هر کسی که مرتکب گناه کبیره شوه او کافر شمرده می شه. این اصولشان بودن. در رابطه به خوارج نص صریح از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم سیدنا علی رضی الله عنه روایت میکنه که از پیامبر خدا شنیدم که می گفت سیخرج قوم فی آخر زمان
حداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية لا يجاوز لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتالهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. ترجمه: پیامبر گرامی علیه السلام می فرماید که زود است که در آخر زمان قوم خارج شود که دندانهایشان نو یعنی کمسین هستند و عقلهایشان نارسا هستند و از قول پیامبر یاد می کنند ایمانشان از گروهشان پایین نمی رود از دین چنان خطا می خورد چنان که تیر از کمان خطا بخورد پس در هر جایی که با آنها برخوردین آنها را بکشین زیرا در قتلشان در روز قیامت برای کسان که آنها را کشته اجر و ثواب است. این حدیث پیامبر در مورد خوارج بود. با عرض معذرت شدیداً زکام هستم. دوم کسانی که علیه امام خروج میکنه او محاربین است. محاربین عبارت از همان رهزنانی که در زمین فساد مینماید که در صورت خروجشان بر امام لازم است که آنها را دستگیر نموده و حد شرعی که در قرآن و سنت ذکر شده آن حد را برایشان تطبیق کند. در مورد محاربین آیه قرآن چنین حکم میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. جزء إنسكي جزاي كسانك در جنگ هستن با خدا و با پیامبرش و سعی میکند در زمین فساد را اینکه کشته شود و به دار آویخته شود و از دست ها و پایهایشان برخلاف قطع شود یعنی دست راست چپ پای چپ و یا از زمین تبعید شود رانده شود این برایشان در دنیا رسوایی و در آخرت برایشان عذاب بزرگ هست. استنباطی که فقها از این نموده اند این است که باید حدود را بالایشان امام جاری نماید چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد عرینیین اقدام نمودند اگر امام با همه امکانات خود در برابرشان عاجز ماند بر رعیت لازم است که با امام همکار و همدست شود در جهت قلع و ریشه‌کنی آنها همکاری نماید. این هم یعنی کسی که از محاربین علیه امام قیام کردن امام و رعیت دست به دست می دهد و یک دیگر را دست به دست می دهد و آنها را سرکوب می سازد. بغاوتگران این گروه سومی است که علیه امام خروج یا بغاوت میکنه. اینها کسانی هستند که در برابر امام عادل به خاطر رسیدن به قدرت خروج میکنه و خود را صاحب تأویل هم میدانه. یعنی چی معنی؟ آنها میگه که ما بر حق هستیم، امام باید برکنار شوه. و همچنان کسانی که به خاطر انتقام و یا تعصب زبانی قومی یا قبیلوی و هدف مادی دیگر در برابر امام بر حق قیام بکند در همین قطار به شمار می رود که
حکم شریعت در مورد آنها این است که در قدم اول باید آنها و بین امام اصلاح صورت بگیرد. اگر در حقشان ظلم شده بود مرفوع گردد و اگر کدام مطالبه بر حق داشتند در مورد آن غو صورت بگیرد. سلام علیکم قاری صاحب. شکر مهربانی. مهربانی سامده سامده کم بخواهم که خدا کنم. بارز معذرت که در حضوری هم یگانه تا زنگ می آید. اینها کسانی اند که در برابر امام عادل به خاطر رسیدن به قدرت خروج می کند. یعنی هدف آنها قدرت به چی هستند؟ به قدرت رسیدن است. به قدرت رسیدن است. آنها ای کارش چیست؟ برای خود تأویل هم می کنه و خود را به حق می دانه. حکم شریعت در مورد آنها چیست؟ در قدم اول باید آنها و بین امام اصلاح صورت بگیرد. یعنی تلاش شود که بغات را یا باغیان را قناعت داده شود که از بغاوت دست بردارد. و اگر کدام مطالبه بر حق داشتن در موردش غور صورت بگیره، یعنی مطالبه به حق داشتن آن را باید برشان قبول شود، حقوق آنها بر آورده شود. و اگر باز هم تن به اصلاح ندادن بر مسلمانان است تا در برابرشان بجنگند تا به حکم خداوند برگزیند و تسلیم شود. اگر شما را سوال کردم که حکم شریعت در مورد بغاوت چی هست، شما میگین که اول باید اصلاح میان آنها و امام صورت گیرد. دو، اینکه مطالبه های شرعی و برحق اگر داشتد او باید قبول شود. سه، و حقوق آنها برآورده شود. و گپ آخر اینکه اگر باز هم بعد اصلاح تن نمی دادن بر مسلمان ها لازم است تا در برابرشان بجنگند و به حکم خداوند تا که به حکم خداوند تسلیم شود. یعنی آخرین حلش است. الله متعال در قرآن عظیمشان می فرماید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. ببینید، یعنی باغی ها یا بغات اصلا آنها مسلمان ها هستند. اگر دو طایفه از مؤمنین جنگ میکردن بین آنها صلح نمایید، پس اگر بغاوت کرد یکی بر دیگر، پس بجنگین با کسانی که بغاوت کردن تا اینکه به حکم خداوند تسلیم شود و یا برگردد. و همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است و من اتاکم و امرکم جمیعا على رجل واحد يريد ان يشق عسلكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. اگر کسی آمد در حالی که اتفاق شما به یک شخص آمده بود، اتفاق شما به یک شخص آمده بود، یک نفر را به حیث رئیس جمهور امام انتخاب کرده بودید و او خواست که بین شما جدایی بیاورند، مسلمان ها را به اتفاق چند گروه تقسیم بکنه و یا جماعت شما را متفرق بسازه، پس این شخص را بکشید. قابل یادواری است که تشریح احکام این سه گروه در کتاب های فقه به تفصیل ذکر است و ما با اشاره آنها کوتاهی در اینجا اکتفا میکنیم. دیگر که از که علیه امام قیام میکنه اهل حق است،
ببين الشارت طايفة. طايفة أول، ها طايفة أول خروج خوارج حكم الشريعة در مولد شباكر. طايفة دوم محاربين حكم الشريعة در مولد شباكر. طايفة سوم بغاط، ها باغي ها بغاوات قرا شورش قرا. و جروه سوم أهل حق. أهل حق كي أستن؟ گروهی دیگری از اهل حق و عدول می باشد که در برابر امام ظالم قیام می کند، که ابن حجر عسقلانی در تعریفشان می گوید: قسم خرجوا غضبان لدین من اجل جور الولاة، ترك عملهم بالسنة النبوية، فهؤلاء هم اهل حق، ومنهم الحسين بن علي واهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الحجاج. میگه که و قسمی دیگر آن همان است که به خاطر دین به قهر شده و به نسبت ظلم ظلم زمامداران و ترک عملشان به سنت نبوی خروج نموده اند، پس آنها اهل حقند که از این جمله حسین بن علی و اهل مدینه در حرا و قرانی می باشد که در برابر حجاج قیام کرده اند، که جنگ در برابر این گروه جواز ندارد. ابن حجر نیز در این رابطه می گوید: اما من خرج من طاعت امام جائر اراد الغلبة على ماله او نفسه او اهله فهو معذور ولا يحل قتاله، وله ان يدفع عن نفسه وماله بقدر طاقته. اهل حق در مورد اهل حق ما میره میگه که اما کسی که از طاعت امام ظالم خارج گردد، آن امامی که بر مال و نفس و اهل او تجاوز کرد، پس او خروج کننده معذور بوده و جنگ در برابر او جواز ندارد و او حق دارد که از مال و نفس و اهل خود به قدر توانش دفاع نماید. خلاصه این که اگر امام ظالم بود و عادل در برابرش قیام نمود، مقاتله آن عادل جواز ندارد. اما اگر امام عادل بود و عادل در برابرش قیام نمود، و یا این که ظالم بود و ظالم در برابرش قیام نمود، در چنین حالت عده ای از علما به این نظر است که این قتال فتنه هست. این قتال چی هستن؟ فتنه هست، مشکلات به وجود میاد، ابریا کشته میشه، مردم های بگناه کشته میشه، فساد به وجود میاد، اقتصاد خراب میشه، مردم های اطفال و زن و در جنگ فتنه ضررش به آن مردم میرسه. میگه این فتنه هست، باید از او جلوش گرفته شود و باید از این خودداری گردد. اما آنچه که از عموم نصوص واضح هست این که دفاع از امام عادل در صورتی که در برابرش قیام شود و به معصیت امر نکند، مطابق به محتویات بیعت بر رعیت لازم است. آنچه که گفته شد در برابرش در رابطه به خروج کنندگان بر حق است، و اما اگر خروج کنندگان اهل کفر و ارتداد باشد، در این صورت اگر امام هرچی باشد، عادل یا ظالم یا فاجر، بر رعیت واجب است در پهلوی امام باید استاد شوا و از امام دفاع کنند. انشاءالله با شما واضح شده باشند. حالا میایم به ای که کسانی که خروج در برابرشان صورت میگیرد. اول امام عادل، ای خو کسانی بود که خروج کنندگان بودن. حالا گاه خروج علیه امام عادل صورت میگیرد و گاه خروج علیه امام کافر و مرتد صورت میگیرد و گاه خروج علیه امام فاسق و جائر صورت میگیرد. در مورد امام عادل، امام عادل ما که وقتی نامی را از امام عادل میگوییم، هدفش این نیست که امام باید هیچ گناهی را مرتکب نشه.
او معصوم است. نهی تو نیست. امام عادل این است که به کتاب الله و سنت رسول الله فیصله میکنه. گاه گاه گناه های صغیره و گاه گناه کبیره از بیشش صادر میشه، چون معصوم نیست. و امام عادل خروج علیه امام عادل به اتفاق علما حرام است، جواز ندارد. دوم که از امام کافر و مرتد، ای برعکس اول، خروج علیه او به اتفاق واجب است، خروج علیه او به اتفاق واجب است. و مسئله اختلافی که از او مسئله امام فاسق و جائر و ظالم، در این مورد اختلاف است. تعداد از علما گفته که جواز نداره علیه خروج علیه آنها تا که ظلمش و فسقش و جورش به کفر به وحی نرسه، و تعداد علمای دیگه گفته که جواز داره که علیه او صورت بگیره، علیه او خروج صورت بگیره. از این جمله ابن حزم و تعداد دیگه از اهل سنت می باشند. ای که دلائلش چیست؟ دلائل آنها و یک مسئله تفصیلی هست، اما خلاصه میگم این انشاءالله در جلسه بعدی خدمتتان عرض میکنم. اما اکثریت اهل سنت به این نظر است که نباید خروج علیه آنها صورت بگیرد، چرا که فتنه بزرگتر واقع میشه، باعث قتل ابریا و بیگناها میشه، نظام از بین میره، انارشیزم به وجود میاد، گدودی به وجود میاد، جنگ دوام میکنه، فساد بیشتر میشه، اقتصاد خراب میشه، باعث ریختاندن خون بیگناها میشه. و به خاطر آنها میگه که جواز نداره. ای که دلائل دیگراتی هستن و دلائل کسانی که میگه جواز نداره، انشاءالله در جلسه بعدی یک بحث تفصیلی هست خدمت شما مختصرا عرض خواهم کرد. این بود درس امروز ما. شما اگر در مورد در سوال داشته باشین، ما در خدمت هستیم انشاءالله العزیز. شاد و کامگار باشین. شماره واتساپ ما هستن 0787-856-855. با شما کارخانگی های را هم داده بودیم. میشه که اگر درس ها حضوری شروع شد، میشه شما کارخانگی های را نوشته بکنین و بیارین تا 20% من شقه شما برسانیم و شاید تقسیم اوقات در درس های حضوری تغییر شود. این مضمون را استاد دیگه این را با شما تدریس بکنه، اما تا 20% نمراتشان شما را من میتیم انشاءالله، مطمئن باشیم ما همکار میباشیم با شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.